اصلا یه رفتنی بود، همه متوجه شدن این بر نمیگرده. این واقعا حس میکرد؟ واقعا حس میکردم، انقدرم قشنگ شده بود، انقدرم صورتش نورانی بود. همش میگفتم امین جان تو چقدر قشنگ شدی. میگفت مامان تو اینجوری، من همون میرم ای تون تون، تو چی قشنگ شدم چیه؟ شوخی میکردم. آره این شوخی میکرد. گفت امین همه میگن شما خیلی قشنگ شدی. میگفت نه مامان قشنگ چیه. بعد فامیلای من اومدن خونه امون، گفتن که اینو نفرستیم بره، این خیلی نور بالا میزنه مثل زمان جنگ. اینو به شوخی میکردم. بعد گفتن که امین نرو. گفت من کجا، شهادت کجا، شما چرا این حرفا رو میزنی؟ من گفتم امین جان تو بری شهید بشی چی، من چیکار کنم؟ گفت مامان این باعث افتخاره، شما دیگه نباید بگین. بعد گفتم که مادر امین جان میخوام بری برو، ولی شهید بشی، اگه اسیر شدی من میمیرم، من نمیتونم طاقت بیارم. یعنی به شهادتش راضی بودم؟ به شهادت راضی بودم، به اسیر بودنش راضی نبودم. آخه میدیدم با اسرا چیکار میکردن. گفتم محمد امین جان برو، از شهید شو، اسیر نشو. گفت که مامان شیعه علی اسیر نمیشه، شیعه علی شیره، میره میجنگه، اسیر نمیشه. گفتم خب باش، اسیر شدی مامان من خودم میکشم، من میمیرم. گفت نه خاطر جمع باش، من اسیر نمیشم. بنده حقیر کم نظیر که میبینید. بله هرچی فیلم و اکسایی دارم بچه رو گفتم همان بگیرید انشالله. بعد عملیات بعد از عروسی، حالا عروسی مروسی هرچی شما بگید، ما اینا رو بلد نیستیم، ما خاکیان خاک پرستاریم. حاج امیر شما امشب میخوای بری عروسی؟ لباس گرفتی برای عروسی؟ همه چی آماده است. آماده است همه چی؟ انشالله، انشالله که همه تون صحیح و سالم باشی. من تو هر عروسی بودم اون عروسی شکست خورده، اینو فقط به بچه ها گفتم من بارها. نه انشالله که این عروسی دیگه به میمنتی و مبارکی این عروسی موافقت آمیز انجام میشه و بنده حقیر دیگه موافق نمیشه.